خدا، من نصرالله عباسی هستم، عضو هیئت علمی گروه زمینشناسی دانشگاه زنجان با مرتبه علمی استادی در خدمت شما هستم. کتابی که میخوام خدمت رو معرفی کنم کتاب تخصصی دیرینه شناسی و فسیل شناسی هست با عنوان اثر فسیل، مفاهیم و کاربردها. این کتاب در واقع کتابی هست که شاخه ای از فسیل ها و گروهی از فسیل ها رو معرفی میکنه. معمولا فسیل ها به صورت های مختلف در لایه های رسوبی حفظ میشه که بخشی از اونها مربوط به فعالیت های جانداران هست و خودشون مستقل از خود جاندار ایجاد کننده اثر هاست. بنابراین در این کتاب ما صرفا فعالیت های زیستی که توسط جانداران در رسوبات باقی مونده و اونها رو به عنوان اثر فسیل میشناسیم معرفی میکنیم. خب رفتارهای مختلفی که میشه از توی اثرها به دست آورد، کاربردهای مختلفی در محیطهای رسوبی از این اثرها میشه به کار گرفت در این کتاب معرفی شده. از حفاری جانوران بی‌مهره در سواحل گرفته تا بخشای عمیق اقیانوسی که جانداران زندگی میکنن و اثرهاشون باقی میمونه و یا در محیطهای قاره‌ای که ردپای مهره‌داران برای نمونه میشه اونها رو در توالی ها و رخساره ها پیدا کرد. واسه بنابراین خیلی متنوع در این کتاب تلاش شده که همه اینها از جنبه های مختلف کاربردی به ویژه در تحلیل حوزه های رسوبی معرفی بشه. این کتاب یک کتاب تصنیفی هست، یعنی حاصل تجربیات سالیانی که در این زمینه کار کردم هست و معمولا این کتاب برای دوره های تحصیل تکمیلی مورد استفاده است. دانشجویان کارشناسی بعد از فارغ التحصیلی که حالا با فسیل و سنگواره و دیرینه شناسی آشنا شدن میان در دوره کارشناسی ارشد چین شناسی و فسیل شناسی یا در دوره دکترا از این کتاب استفاده میکنن. خب هدف این بود که کتاب های قبلی به زبان فارسی کتابایی بودن که به صورت تدوینی حالا به صورت پراکنده نوشته شده بودن یا ترجمه بودن و این کتاب در واقع کتاب تصنیفی هست و به طور نسبی یا به طور مقایسه‌ای خدمتتون عرض کنم یه کتابی هستش که همه موارد رو شامل میشه و مورد استفاده دانشجویان میتونه باشه. در مورد کاربردهای این کتاب میشه در ارتباط با صنایع هم اشاره کرد. تحلیل حوزه رسوبی برمیگرده به سکانس استراتیگرافی یا چین شناسی توالی. اثرها هم در این تغییرات سکانس ها نقش دارن و از خودشون یک تغییراتی رو نشون میدن که میشه در صنایع نفت در تحلیل حوزه رسوبی دارای نفت از این اثرها استفاده کرد که بخشی از کتابم در این ارتباط صحبت کرده. هدف از تدوین و در واقع هدف از تصنیف این کتاب در واقع ارائه منبع خوب و در دسترس برای دانشجویان بودش. در این کتاب اگر فصلاش رو خدمتون ورق بزنم خدمتون عرض کنم که در فصل اول در ارتباط با تاریخچه اثرشناسی و پیشگامانی که در این علم فعال بودن، چه ایرانی چه خارج از کشور، آثار فسیلی هایی که معرفی شده و جایگاه اون نسبت به سایر شاخه های دیرینه شناسی و به همین ترتیب تکامل این دانش در واقع مطالعه اثر فسیل ها که ایکنولوژی نامیده میشه در فصل اول مورد بحث بررسی قرار گرفته و معرفی میشه. خب ساختمان اثر فسیل های ساختمان خاصیه، یعنی هر فسیلی که به صورت فعالیت زیستی باقی میمونه در داخل رسوبات ساختمان سه‌بعدی داره که بایستی از نظر ساختاری و ساختمانی اونها رو در واقع مورد مطالعه قرار بدیم که در این کتاب چگونگی مطالعه ساختار اثر فسیل ها رو در واقع بخش بعدی معرفی کردیم. خدمتتون عرض کردم که رفتارهای مختلف در اثر فسیل ها باقی میمونه. تحلیل و تفسیری که از روی اثر فسیل ها برای
تشخیص و تخمین و حد زدن رفتار هست از روی اثرها ما میتونیم داشته باشیم. برای نمونه فعالیت های تغذیه جانداران در رسوبات باقی میمونه، یا به همین ترتیب فعالیت های مسکن گزیدن، فعالیت های حرکتی، فعالیت های چریدن از رسوبات، چه در درون رسوبات چه در سطح رسوبات، همه اینها به نوعی رفتار رو به ما نشون میدن. ما میتونیم از روی اثرها رفتارها رو تشخیص بدیم و به کار بگیریم. خب اثر رخساره ها مجموعه هایی از اثرها، اثر فسیل ها هستن که در عمق معینی از حوزه رسوبی یافت میشن یا در شرایط معینی از حوزه رسوبی یافت میشن. بسیار زیاده و متنوع هست. در این فصل تلاش شده که مجموعه ای از اثر فسیل ها رو به صورت اثر رخساره معرفی کنیم و مورد بحث بررسی قرار بدیم. تغییرات فابریک لایه های رسوبی در اثر فعالیت های زیستی و همینطور به کارگیری اثر فسیل ها در چینه نگاری سکانسی از بخش های دیگه این کتاب است که در نهایت تحت عنوان بخش اثرهای مهرهداران بخش مورد بررسی قرار گرفته. این بخش آخر به نحوی مهم و در واقع مورد توجه است، از اون جهت که بخشی از این اثرها در به صورت نمایه در رسوبات اهدازر وجود داره و مورد کاربرد محیطبانان و عوامل حفاظت محیط زیست هست. ممکنه ما در فعالیت ها و در مشاهداتمون در یک منطقه حفاظت شده خیلی جانداران نبینیم، اما با کمی دقت ما میتونیم آثار فعالیت اونها رو مثل رد و پاهاشون رو پیدا کنیم و پی به وجوده و زندگی اون جانور در این منطقه حفاظت شده هم ببریم. بنابراین بخش آخر کتاب بیشتر در ارتباط با موضوعات مهرهداران هست که اشاره شده و ارائه شده. خب این کتاب در واقع تلاش شده که همه جوانه و اصلی اثر فسیلی و اکنولوژی معرفی شه و برای دانشجویان مورد کاربرد باشه و پایه‌ای باشه اگر خواستن تزشون رو و پایان‌نامه‌شون رو در ارتباط با این گروه از فسیل ها انتخاب کنن. این کتاب میتونه راهنمایی بسیار خوبی باشه برای دانشجویان علاقه‌مند به اثر فسیل ها و ایکنو فسیل ها. تلاش شده حالا در ادامه کتاب های تخصصی تر در ارتباط با اثر فسیل ها تدوین بشه. هر بخش از این کتابی خدمتتون عرض کردم خودش کاربردهای در واقع زیادی داره و میشه به طور تفصیلی در کتاب‌های دیگه اونها رو هم به صورت کتاب مستقل تنظیم کرد. برای نمونه در صنایع نفت که صحبت می‌کنیم، تغییرات فابریکی لایه‌های رسوبی بر اساس محتوای زیستی هم اهمیت داره. هر چقدر اکسیژن زیاد باشه، خب طبیعی جانداران بیشتری زندگی میکنن و در نتیجه فابریک رسوبات حاصل از فعالیت اونها هم بیشتر به هم میریزه. ما میتونیم از مغزه هایی که در حفاری های نفتی هست این تحلیل و تغییرات رو داشته باشیم و به طور غیر مستقیم به میزان اکسیژن محیط رسوبی هر یک از توالی های رسوبی که حالا کرگیری شده، مغزه گیری شده پی ببریم و نمودارهای مربوطه رو ترسیم کنیم و در اختیار کاربران بعدی این موضوع شرکت نفتی و استخراج و اکتشاف منابع هیدروکربونی قرار بدیم.